آش دوغ، کندوان، جاده چالوس. کیا با این سه تا کلمه خاطره دارن؟ تو این هوای سرد با من همراه باش تا یه خاطره جدید با هم اردبیلیشو بسازیم. سلام و درود، امیدوارم هر جای دنیا که هستین صحیح و سلامت باشید. معراج موسوی هستم و به آشپزخونه خودتون خوش اومدین. امروز با هم دیگه می‌خوایم یه آش اردبیلی رو درست بکنیم که دیگه الان فقط مخصوص اردبیل نیست. کل ایران انقدر که این آش خوشمزه است درستش می‌کنن، مخصوصاً اونایی که از جاده چالوس رفت آمد دارن قبل از تونل کندوان. هیچ وقت یادم نمیره اوایل با وانت میومدن اونجا، موتور برق داشتن، آششون رو میفروختن، ولی الان دیگه خیلی پیشرفت کردن و قشنگ چند تا آیسرا کنار هم دیگه است. و اینکه خود من به شخصه وقتی که اون جاده رو میرفتم حتما باید یه توقف میکردم، یه کاسه آش دوغ میخوردم، چون بین آش رشته و آش دوغ یه مقداری ترشمزه تر هستش آش دوغ. خیلی من خودم به شخصه بیشتر دوست دارم، فکر کنم خیلی ها با من هم نظر باشن. داخل کامنت بنویسین که آش رشته رو بیشتر دوست دارین یا آش دوغ رو. بگذاریم فیلمو طولانی نکنیم، امروز میخوام یه دستور اصلی اردبیلیشو بهتون آموزش بدم. خیلی راحت داخل خونه بتونید این آش بی‌نظیر رو درست کنید و به همراه دوستانتون میل بکنید. قبل از ورود به ویدیو، اگر بار اولتون هست که ویدیوهای من رو میبینید، لطفاً اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و پیشاپیش از همه لایک ها و کامنت هاتون سپاسگزارم. تک تکتون به من محبت دارین. تا انتهای این ویدیو همراه با من باشید. خب دوستان، تو مرحله اول یک پیمان نخود رو به اندازه 12 ساعت خیس کنید. بعد از اون آب کش کنید و تا حدی که کامل پخته بشه بپزینش. بهتره که این کف نخود رو ازش چند بار بگیرید. حالا دو پیمونه برنج رو بشورید. بعد از اون آب کش کنید. بریزیدش کف قابلمه‌ای که میخواین آش رو درست کنید. بعد از اون برای اینکه آشمون نبره و لعاب خوبی بده، دو تا تخم مرغ رو به این شکل داخلش بشکنید. خوب مخلوط کنید تا تخم مرغ به خورد برنج بره. کامل که مخلوط شد 7 تا 8 لیتر دوغ بهش اضافه کنید، بذارین رو حرارت، هم بزنید تا به جوش بیاد. هر چقدر دوغتون محلی تر نتیجه بهتر. بعد از اینکه جوش اومد، سبزی آش که شامل تره و گیشنیز و سیر سبزه، اگر تره هم نداشتین به جاش میتونید پیازشه خورد بکنید به این اندازه. سبزی رو بهش اضافه بکنید، حرارتش رو کم بکنید و گهگداری هم همش بزنید. با در باز، حرارت کم، اجازه بدین تا سبزیش کامل بپزه. برای 200 گرم گوشت چرخ کرده، یک عدد پیاز ریز رو با دنده ریز شروع کنید رنده کردن. بعد از اون نمک نصف قاشق چایخوری، فلفل سیاه نوک قاشق چایخوری و یک قاشق چایخوری هم نعنا خشک اضافه کنید. زردچوبه اضافه نکنید چون آشتون رو زرد میکنه. خوب ورزش بدین. بعد از اون به این شکل اونو قلقلی بکنید، داخل آش اضافه کنید به همین راحتی. نخود که کامل پخت، اون رو هم اضافه کنید. بر اساس شوری یا شور نبودن دوغتون بهش نمک اضافه کنید. با در باز همینجوری حرارت کم به پختش ادامه بدین تا کامل جا بیفته.